شرکت آمریکایی ایت جاست به تازگی برای فروش گوشت و مرغ تولید این شرکت در سنگاپور مجوز دریافت کرد، ولی محصولات این شرکت از مزرعه یا مرغداری نیامدند و در آزمایشگاه تولید شدند. این اولین باری است که یک دولت مجوز استفاده از گوشت آزمایشگاهی را صادر میکنه. طرفداران این محصولات میگن به این ترتیب میشه رژیم غذایی فعلی رو بدون کشتن حیوانات ادامه داد. سارا تامس گزارش میده. این مرغ هیچ وقت نه پر داشته نه پا. در آینده آزمایشگاه هایی که از سلول های بنیادی حیوانات گوشت تولید می کنند جایگزین کشتارگاه ها خواهند شد. شرکت تازه تأسیس ایجاست که مدعی تولید اولین مرغ آزمایشگاهی در دنیا است تاییدیه گرفته تا محصولاتش را به رستوران های سنگاپور بفرستد. ما راهی پیدا کردیم تا بدون کشتن حیوانات و تخریب جنگل‌ها و بدون استفاده از زمین و تولید کربن و خطر غذای فاسد گوشت بفروشیم. سلول‌ها در محیطی گرم نگهداری و تغذیه می‌شوند و بعد از 4 تا 6 هفته گوشت تولید می‌شود. ویلیام چن مشاور دولت سنگاپور میگوید از آنجا که کشور کوچکش تقریبا تمام مواد غذایی را وارد میکند نگرانی هایی در مورد تامین مواد غذایی باعث شده تا آنها به جایگزین هایی برای گوشت روی بیاورند. واردات غذا بالا و پایین میشن، پس مهمه که غذای تولید بومی داشته باشیم. هدف ما اینه که غذای تولید شده بومی در دسترس مصرف کننده ها باشه. ایت جاست تنها شرکتی نیست که ام را بر سر سفره ها آورده. شاپ میتس یک شرکت جدید سنگاپوری است که میگوی آزمایشگاهی تولید کرده. ولی وقتی یک پیراشکی میگو $300 تمام می شود، با جیب خیلی ها جور در نمی آید. بعضی ها همیشه میان از قصابی گوشتشون رو می خرن. ولی اشتهای مردم برای گوشت های جایگزین به خاطر سلامت، حمایت از حیوانات و حفاظت از محیط زیست داره بالا میره. بانک بارکلیز پیش بینی کرده که تا پایان این دهه بازار گوشت های آزمایشگاهی بیشتر از $140 میلیارد گردش داشته باشد. ولی نظر مردم سنگاپور در مورد خوردن مرغ آزمایشگاهی چیه؟ اگه تقاضا براش هست من هیچ دلیلی نمیبینم که مردم نخورن. من یه ذره از عوارض جانبیش میترسم. حتما امتحان میکنم ولی چون شکمو هستم طعمش برام مهمه. مصرف مرغ آزمایشگاهی در سنگاپور تازه شروع شده است. برگر آزمایشگاهی هم احتمالاً در راه است. شرکت ایجاس میگوید سال آینده گوشت آزمایشگاهی خواهد ساخت و به نظر میآید جهان به مرحله تازه‌ای در تولید غذا رسیده.